جتا وی ای 3 محصول مشترک فولکس واگن و شریک تجاریش فاو چین. خب این دو شرکت از سال 1991 با هم شریک تجاری هستن، اما این اولین باره که یک سدان رو دارن تولید میکنن. فولکس واگن تصمیم گرفته محصولات خودش رو در چین دیگه با اسم و در واقع با برند جتا عرضه بکنه به بازار. خب همینجوری که ببینید خودرو یک ظاهر خیلی ساده و خیلی یعنی بدون زرق و برق داره. طراحی فولکس واگن و طراحی های ساده آلمانی رو میتونید در بدنه این خودرو ببینید. رقیب مستقیم هست با تارا ایران خودرو و شاهین. پیشانه این خودرو 111 است به بخار، 145 نیوتن متر، مجهز به وی وی تی، 1500 سی سی حجم. خب در نمای جلوی این خودرو فقط میتونید یک جلو پنجره بزرگ رو ببینید که چینی ها عاشقشن و لوگوی جتا، هیچ المان چشمگیر دیگه ای نداره نمای جلوی خودرو. میرسیم به نمای بغل خودرو، فقط یک کاراکتر لاین هم خط شانه و یک خط هم که در اون قسمت پایین انداختن که الان روش یه نوار مشکی کشیده شده. خیلی ظاهر ساده‌ای داره، حتی میتونم بگم از تارا هم ظاهرش ساده تر و یه جورایی حتی شاید بیریختر هم باشه، اما ناهمگون نیست، ناهماهنگ نیست تر روی این خودرو. و نکته مهمش کیفیت ساختشه. این خودرو یه خودرو نسبتا موفق تو بازار چین حساب میشه، حدوداً داره الان ماهی 6000 دستگاه ازش فروخته میشه در چین به واسطه کیفیت خوبی که داره. بریم داخل کابین رو با هم ببینیم. داخل کابین خودرو همه جا از پلاستیک خشک و سفت پوشیده شده. کیفیت پلاستیک ها نسبتاً خوبه، اما معلومه که پلاستیک بادوومیه، یعنی به این راحتی ها تو آفتاب و بر اثر ضرب و اینو خط و خش نمیفته. کیفیتش یه مقدار میتونم بگم از خودروهای ایرانی بهتره، یه کمی فقط بهتره. بوی بدی هم نمیده، مهم اینه، یعنی اینکه اون پایه موادم مواد درستی استفاده شده. خب این خودرو خیلی امکانات خاصی نداره، تهویه دستی و اینجا هم خب سیستم مالتی مدیا رو میتونید ببینید که البته که تصویری نیست، یک فرمانه خیلی ساده، البته اینجا دیکات هست. در کل طراحی خودرو حتی میتونم بگم خیلی ساده تر از تاراس، اصلا اون کلن دو تا دونه نوار کرومی هم که تو تارا کار شده تو این خودرو کار نشده. اینجا میتونید تنظیم آینه و این امضای فولکس واگن و خودروهای آلمانی که اهرام چراغ ها رو این قسمت میذارن، قسمت سمت چپ میذارن، از قدیمی مرسوم بوده. و این هم سلکتور تعویض دنده 6 سرعته گیرباکس آیسین. خب ببینید ما الان واقعا جدای بحث قیافه خودرو که خب به نظر من از خودروهای ایرانی از یه سری مثل تارا زشتره، بحث اینه، بحث کیفیت ساخته. این خودرو به نظر من قیافش میخوره اون خودروهایی باشه که خیلی کار کنه، یعنی خیلی مناسب برای تاکسیه. و اینجا ببینید خطوط رو نگاه کنید، تو مونتاژ دیگه خیلی درز و دورز زیادی شما نمیبینید، چیزی که ما تو خودروهای ایرانی نداریم. گپ و فلش زیاد داریم تو خودروهای ایرانی، اما تو این خودرو با اینکه خیلی ارزونه دیگه نمیبینید یه همچین چیزی رو. کیفیت مونتاژ کیفیت خوبیه و از همه مهمتر بحث معماری سازه مشترک فولکس واگن هست که همه این خودروهایی که در حال حاضر به اسم فولکس واگن، سئات، اشکودا و حتی آودی داره تولید میشه از پلتفرم گروه MQB دارن استفاده میکنن، یک پلتفرم بسیار مدولار و انعطاف پذیر که طول و عرضش قابل تغییره. 8 میلیارد دلار سال 2012 فولکس واگن رو این پلتفرم هزینه کرده. خب این یک پلتفرم اقتصادی شده، یه زیرگروه اقتصادی شده با نام Q25. و مثلا اینجا این خودرویی که میبینید VS5 یه خودرو یکم لوکس سرشه، تیگوان هم الان رو همین سوار شده، جتای VS5.
یک محصول مشترک بین فولکس واگن و فاوه چین. این خودرو قراره که توسط محمود خودرو به ایران هم بیاد. خب فولکس واگن دیگه قراره که خودروهای تولیدیش در چین رو با نام جتا به فروش برسونه و همینجور که میبینین در طراحی این خودرو هم رگه های فولکس واگن و طراحی صاف و اتو کشیده فولکس واگن و کلن طراحی آلمانی رو میتونید ببینید. این خودرو از یک پیشرانه 1.4 لیتری به قدرت 149 اسب بخار و گشتاور 250 نیوتن متر استفاده میکنه. بریم داخل خودرو رو ببینیم. داشبورد فقط این قسمت یک تیرین نسبتا نرم با رنگ کرم روشن کار شده و اینجا هم خب میتونید تیرین های مشکی پیانایی رو ببینید. در کل میتونم بگم کابین خیلی ساده اما کاربردی و دلنشینی داره. از زرق و برق خودروهای چینی امروزی توش خبری نیست. یک مانیتور 8 اینچی داره این خودرو. اینجا سیستم تهویه مطبوع دیجیتال رو میتونید ببینید و اینجا هم کلید استارت استاپ که از اونجای خیلی جالبی قرار داده شده. خب اینم کلاستر تمام دیجیتال این خودرو. خب در کل باید بگم کیفیت کابین از محصولات چینی که داخل کشور ما هست خیلی کیفیت شاهکاری نیست، اما از محصولات چینی که داخل کشور هست یک مقدار کیفیتش بالاتر، یه مقدار که از کنم شاید تا 40-50% کیفیتش بالاتر باشه و اون اصالت فولکس واگن رو حفظ کرده. این خودرو دوربین دنده عقب داره، نمونه فولش هم هست VS7 که اون خب دوربین 360 داره، مانیتورش 10 اینچیه. اما تو این خودرو هم ما صندلی های چرم مصنوعی رو داریم، اینجا سانروف رو داریم. ترمز پارک برقی و بریم عقب خودرو. خب عقب خودرو هم فضای نسبتاً قابل قبول برای یک خانواده، اما خب خیلی هم عرض زیادی نداره صندلی باشه. اما میتونم میگم دو نفر راحت احتمالا توش میتونن بشینن به علاوه یک بچه. خب قیمت این خودرو در بازار جهانی از حدود $13,000 شروع میشه و نسخه فولش $16,500 قیمتشه که واقعا قیمت خوبیه برای یک کراس اوور و 2% بازار تمام کراس اوورهای چین رو هم گرفته. استقبال از این خودرو خیلی خوب بوده. خب اگر این خودرو با یک خدمات و تأمین قطعات مناسب وارد بازار کشور بشه، البته که قیمتش هم مناسب باشه، نه اینکه بگیم بخواد جایگزین ایرانی ها بشه، اینا که دیگه خواب و خیاله، اما خیلی رقیب خوبی میتونه باشه و رقیب که میتونم بگم به راحتی شکست میده خودروهایی مثل اومودا 5 یا همین فونیکس اف ایکس. تمامشون رو به نظر من تمام خودروهای چینی تو بازار رو که با همین قوای ما، یعنی با همین مقدار قوای محرک همین هولوش 150 اسب و حتی یه زن بالاترشون رو هم به نظر من میتونه شکست بده این خودرو. امیدواریم که با یک قیمت مناسب و شرایط خوب به دست مصرف کننده ها برسه.